سلامت زیزای دلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چنل من خیلی خوش اومدین. با آموزش این مدل کلاه تدی در خدمتتون هستیم برای سایز 0 تا 6 ساله. با توجه به اندازه دور سر برای سایزهای بزرگتر هم میتونیم بافتش رو انجام بدین. خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر نظری دارین توی قسمت کامنت ها برام بنویسین. بریم که با هم آموزشش رو ببینیم. خب من برای بافت از کانوای آلیزه کتان گلد استفاده کردم و ناکو مهر که بافت ظریفی داره. از میله شماره 3.5 برای بافتم استفاده میکنم. قبل از اینکه بافت رو شروع بکنیم، اول میام یک نمونه کوچیکی از همون مدلی که میخوایم روی بافتمون اجرا کنیم، چند تا دونه سر میندازیم و روش چند رج بافت انجام میدیم. من اینجا چند تا دونه سر انداختم، روش ساده بافی انجام دادم چند رج و بعد بافتم رو کور کردم. یه دونه مستطیل به این صورت دارم که بیام اندازه گیری کاموام رو با میل و کاموا و دست بافت خودم حساب بکنم، ببینم که مثلا 1 سانتی متر من چند تا دونه میشه. وقتی بافتم رو انجام دادم، ببینید وقتی که متر رو به این صورت روی بافت قرار میدم، شروع میکنم به شمردن دونه هام که ببینم توی این 10 سانتی متر تعداد دونه های من چند تا دونه هست. قشنگ از قسمت بالا دونه به دونه دونه ها رو میشمارم. حالا میایم سراغ محاسباتی که من انجام دادم. برای اندازه گیری کاموام 10 سانتی متر من همونطوری که الان با هم محاسبش کردیم شده 20 دونه. برای اینکه 1 سانتی مترم رو حساب بکنم، میام 20 رو تقسیم بر 10 میکنم و عددی که به دست میاد میشه 2. یعنی من برای اینکه 1 سانتی متر بافت داشته باشم، باید 2 تا دونه توی بافتم دونه داشته باشم. برای اندازه گیری سایزی که ما الان میبافیم 9 تا 12 ماهه هست، ولی توی اندازه گیری هایی که بهتون میگم میتونید برای سایزهای مختلف این باف رو انجام بدید. اندازه دور سر 9 تا 12 ماهه 46 سانتی متر هست. اگر کودک پیشتون هست که میتونید دور سر رو اندازه بزنید. اگر پیشتون نیست میتونید از جدول های اندازه گیری استفاده بکنید که توی اینترنت موجوده. حالا میام اندازه دور سر که 46 سانتی متر هست رو منهای 12.5% میکنم. میام 46 سانتی متر رو منهای 12.5% میکنم که عدد به دست اومده تقریبا میشه 40 سانتی متر. پس من برای دور سر 40 سانتی متر میخوام ببینم چند تا دونه باید با توجه به کاموا و میل خودم سر بندازم. میام 40 سانتی متر رو ضرب میکنم توی تعداد دانه هایی که برای 1 سانتی مترم به دست آوردم. پس 40 ضرب در 2 میشه و من باید برای دور سر 40 سانتی متر 80 تا دونه سر بندازم. 2 تا دونه هم بهش اضافه میکنم، یه دونه ابتدای رج، یه دونه انتهای رج برای حاشیه کار. پس جمعاً 82 تا دونه برای بافت دونه سر میندازیم. خب یه نکته‌ای بگم قبل از اینکه می‌خوایم دونه هامون رو سر بندازیم، که چقدر نخ برداریم. برای اینکه یه مقداری دقیق‌تر مقدار نختون رو در نظر بگیریم، ببینید نخ بافتمون رو دور میل می‌چرخونیم. این الان حلقه اول. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. این الان میشه 20 تا دونه ای که من بخوام سر بندازم. حالا اینو به این صورت تا میزنم، این میشه 40 تا دونه. تا اینجا شد 40 تا دونه. از اینجا دوباره تا میزنم به این صورت، تا اینجا میشه 80 تا دونه. یه مقدارم آزادتر میگیرم چون من 82 تا دونه برای بافتم میخوام. از اینجا به این صورت شروع میکنم به سر انداختن دونه ها. حالا برای عزیزانی که میخوام پایین کلاهشون کشباف باشه، اگر به این صورتی که من سر میندازم دونه ها رو سر بندازن، خیلی روش بهتری میشه. ولی برای کسایی که میخوان پایین بافتشون رو رکم ببافن، نیازی نیستش که مثلا من سر بندازم، به همون روشی که خودشون معمول که سر میندازیم به اون شکل سر بندازن. ولی ما میخوایم کشباف ببافیم، پس به این شکل دونه هامو سر میندازم. ببینید، میل رو به این صورت میذارم روی این نخی که بین انگشت شست و اشارم قرار داره و به این صورت یه چرخ به دونه میدم. الان یه دونه روی میل دارم، این دونه اول بافتم. حالا از اینجا ببینید، میل رو به این شکل میارم از زیر این نخی که دور انگشت اشارم هست. به این صورت میارم، نخ دور انگشت شستم رو میگیرم، میندازم روی میل. این میشه دومین دونه. حالا برعکس عمل میکنم، از زیر نخی که دور انگشت شست هست میل رو میبرم، نخی که دور انگشت اشاره هست میگیرم میارم بالا. این سومین دونه و این کارو هی تکرار میکنم. دوباره از زیر نخ دور انگشت اشاره میل رو میارم، نخ رو میگیرم به این صورت. حالا از زیر نخی که دور انگشت شسته
به این شکل شروع میکنم به سر انداختن دونه ها، یک بار از این سمت، یک بار از این سمت، و این کار رو انجام میدم. 82 تا دونه دارم، تا 81 دونه این مدل رو به همین شکل اجرا میکنم، یعنی تا برسم به دونه آخر. خب بعد از اینکه 81 دونه سر انداختم، دونه آخر رو، به خاطر اینکه ببینید وقتی به این روش سر میندازیم دونه هامون یه حالت بازی داره، گره نداره پایین دونه ها، دونه آخر رو به روش معمول سر میندازم به این شکل 82، که اینجا بافتم سفت بشه. حالا از اینجا رج اول کش بافتمون رو میخوایم شروع بکنیم. توی این مدل کش باف، دونه اول رو بدون اینکه ببافم منتقل میکنم روی میله سمت راست. دونه بعدی رو نگاه بکنید، این دونه انگار که به سمت رو بافته شده. توی این رج این دونه رو نخ بافت رو میارم جلو سمت خودم و این دونه رو بدون بافت منتقل میکنم. دونه بعدی رو ببینید، انگار به سمت زیر بافته شده، یعنی قشنگ هلال پشت یه مقدار جلوتر از هلال جلوی دونه است. این دونه رو به زیر میبافم. کش بافت یک در یک داریم. دونه بعدی ببینید یه گره پایین این حلقه هست، انگار به رو بافته شده، نخ بافت سمت خودم، این دونه بدون بافت منتقل میشه. دونه بعدی زیر بافته میشه، دونه بعدی بدون بافت منتقل میشه، زیر میبافم، دونه بعدی بدون بافت. زمانی که بدون بافت منتقل میکنی نخ بافت حتما سمت خودتون باشه. این کارو تا انتهای رج تکرار میکنم. این رج اول کش بافتمونه. ادامه میدم تا به آخر رج برسم. خب به انتهای رج رسیدم. ببینید دونه آخر رجم رو به سمت رو میبافم. این دونه آخر رج بافته میشه به سمت رو. خب ما توی رج اول کش بافتمون دونه های زیر رو به زیر بافتیم، دونه های رو رو بدون بافت منتقل کردیم. رج رو برمیگردم میام رج دوم کش بافتم. توی رج دوم کش بافت دونه اول بدون بافت منتقل میشه. دوباره توی این رج دونه های زیر بافته میشن، دونه های رو بدون بافت منتقل میشن. الان ببینید دونه اول من، یعنی دونه دوم، دونه اولی که خارج کردم، دونه دوم به سمت رو هست. یه دونه گره پایین این دونه وجود داره. نخ بافت رو میارم سمت خودم و این دونه رو بدون بافت منتقل میکنم. دونه بعدی دونه زیر هست، به زیر بافته میشه. دونه بعدی دونه رو هست، نخ میاد سمت خودم، این دونه بدون بافت منتقل میشه. دونه بعدی زیر هست، زیر بافته میشه. دونه بعدی رو هست، بدون بافت منتقل میشه، دونه زیر به زیر بافته میشه. این کارو تا انتهای رج تکرار میکنم. به انتهای رج رسیدم. دونه آخر رج رو به سمت رو میبافم که لبه کار تمیزتری داشته باشم. خب ما تا اینجا دو رج بافت انجام دادیم. همونطوری که میبینین وقتی به این صورت دونه هامون رو سر میندازیم، پایین بافتمون قشنگ فرم ژورنالی داره و از اون حالت دونه سر انداختن خارج میشه. از این رج به بعد بافت کش بافتمون رو به صورت معمول میبافیم، یعنی هم دونه های زیر بافته میشه، هم دونه های رو بافته میشه. رج سوم هستم. دونه اول بدون بافت منتقل میشه، دونه بعدی ببینید رو هست، به سمت رو میبافمش، دونه بعدی زیره، به زیر میبافم، بعدی رو هست، به رو میبافم، دونه بعدی زیر، به زیر بافته میشه. پس از این رج به بعد بافت کش بافتم تمام دونه ها بافته میشن. رج سه تکرار میشه تا تقریبا ارتفاع 2.5 سانت. به این شکل، هم دونه های زیر هم دونه های رو. رج چهارم مثل رج سه، رج پنجم مثل رج سه. بافت رو ادامه میدم، رج به رج میبافم تا تقریبا 2.5 سانت ارتفاع کش بافتم بشه. بعد از اینکه بافتمون رو انجام دادیم تقریبا 2.5 سانت ارتفاع کش بافتمون باشه، بعد از اینکه 2.5 سانت کش باف رو بافتم، حالا از اینجا میخوام ساده بافی بکنم. رج های روی باف دونه ها به زیر، رج های پشت باف
دونه ها برو. حالا برای اینکه میخوام ساده بافیم رو شروع بکنم، برای 9 تا 12 ماهه باید 4.5 سانت بافت انجام بدم تا جایی که میخوام گوشه بافتم رو باز بکنم. ارتفاع از جایی که حالا بافت ریکنگ یا کش بافتتون رو انجام دادید، بعد از این کش بافت ارتفاع ساده بافیمون باید 4.5 سانت برای 9 تا 12 ماهه باشه. برای سایزهای دیگه هم نوشتم که به چه صورته. و ما بقیه اندازه گیری ببینید، اندازه دور سر برای 0 تا 3 ماه، 3 تا 6 ماه و غیره 40-42، اینا همه به سانتی متر هست. تعداد دانه ها با توجه من به کانوا و میل خودم حساب کردم که چند تا دونه باید سر انداخته بشه. اندازه از پیشانی تا پس سر برای سایزهای مختلف به سانتی متر. ارتفاع گوشه خرسیمون که زمانی که گوشه خرسی رو باز میکنیم ارتفاع این گوش چقدر باشه. ارتفاع از جایی که ریکن یا کش بافتمون رو تموم کردیم، از اینجا تا جایی که میخوایم ساده بافی انجام بدیم برای سایزهای مختلف و تقسیم بندی دانه هامون رو داریم. پس من از اینجا شروع میکنم به ساده بافی کردن. الان رجه 1 رجه روی بافت هستم و میخوام ساده بافیم رو شروع بکنم. دونه اول بدون بافت خارج میشه، تا انتهای رج تمام دونه ها به زیر بافته میشه. میبافم به زیر همه رو تا به دونه آخر برسم. دونه آخر رج رو به سمت رو ببافید. انتهای رج اول رسیدم، رج دوم رو میخوام شروع کنم. اومدم رج پشت کار. توی رج پشت کار دونه ها به سمت رو بافته میشه. دونه اول رو خارج میکنم و بقیه دونه هام رو به سمت رو میبافم تا به آخر رج برسم. می بافم تا آخر رج. خب دو رج ساده بافی کردیم. رج 1 دونه ها به زیر، رج 2 دونه ها به رو. این دو رج رو هی تکرار میکنم تا دقیقا از اینجا 4.5 سانتیمتر ارتفاع بافتم بشه برای سایز 9 تا 12 ماهه. خب من بافتم رو انجام دادم، ساده بافی بعد از کش بافتم رو انجام دادم و ارتفاع این قسمت بعد از کش بافت ببینید تقریبا 4.5 سانتیمتر شده برای سایز 9 تا 12 ماه. الان میخوام بافتم رو به 3 قسمت تقسیم بکنم. حالا نگاه بکنید تقسیم بندی به چه شکل انجام میشه. من ببینم دسته وسط که این قسمت میخوام مشخص بکنم چند تا دونه باشه. دسته وسط رو اسمش رو میذاریم X. تعداد کل دانه ها منهای 30% میشه ایکسمون، یعنی دقیقا این تعدادی که برای وسط بافت میخواییم. پس میام تعداد کل دانه هام که 82 تا دونه بوده، منهای 30%ش میکنم میشه 24 دانه. پس تعداد دونه های وسط بافت من باید 24 تا دونه باشه. حالا دسته سمت چپ و سمت راست میشه تعداد کل دونه هام منهای ایکس که ایکس رو اینجا 24 به دست آوردم. عددی که به دست میاد رو تقسیم بر 2 میکنم چون دو بخش داریم. پس میشه 82 دانه ایک تعداد کل دانه هام منهای 24 که از 30% تعداد کل دونه هام به دست آوردم میشه 58 تقسیم بر 2 که بکنم میشه 29. یعنی من 29 تا ابتدای رج، 29 تا انتهای رج و 24 تا دونه برای وسط بافتم احتیاج دارم که با مارکر مشخصش میکنم. خب همونطوری که میبینین من دستامو مشخص کردم، 29 تا ابتدای رج، 24 تا وسط و 29 تا هم انتهای رج. سایزهای دیگه هم همونطوری که میبینین من این قسمت براتون زدم. تقسیم بندی برای 0 تا 3 ماهه با توجه به تعداد دونه هایی که خودم داشتم، 25 تا دونه، 22 تا دونه، 25 تا دونه برای 3 تا 6 ماهه، برای 6 تا 9 ماهه، برای 9 تا 12 ماهه بافتی که ما الان داریم انجام میدیم، برای 1 تا 2 ساله، 2 تا 4 ساله و 4 تا 6 ساله. خب حالا بعد از اینکه تقسیم بندی رو انجام دادم، از مارکر اولی که اینجا توی بافتم گذاشتم 3 تا دونه میشمارم و یه دونه مارکر دیگه هم اینجا برای گوش میذارم. ببینید بین دو تا مارکر 3 تا دونه
قرار گرفت. میام سراغ این یکی مارکر، از این مارکر سه تا دونه بعدش رو میشمارم به این صورت و دوباره این سه تا رو هم با مارکر مشخص میکنم به این شکل. حالا رج روی بافت رو شروع میکنم. ساده بافی هم هست، کل بافتمون از شروع رج دونه ها رو میبافم تا به مارکر اول بافتم برسم. دونه ها به زیر بافته میشه توی رج روی بافت. توی این قسمت دیگه میخوایم برای بافتمون گوشی که میخوایم رو بافتش رو اجرا بکنیم. اسم این رج رو میذاریم رج یک. بافتم رو ادامه دادم، رسیدم به مارکر اول. مارکر رو برمیدارم میندازم روی میله سمت راست. حالا این قسمت میخوام دونه اضافه بکنم. میخوام توی این رج این سه تا دونه ای که بین دوتا مارکر بود تبدیل بشه به 5 تا دونه. یه دونه نخ از پایین بافت به این صورت برمیدارم میندازم روی میل. ببینید دقیقا از بین این دوتا دونه این نخی که این پایین وجود داره رو به این شکل میگیرم میندازم روی میل و به شکلی که سوراخ نیفته به زیر میبافمش. حالا از اینجا سه تا دونه ای که داشتم رو به زیر میبافم. بعد از این سه تا، یعنی قبل از اینکه مارکر رو جابجا بکنم، دوباره باید یه دونه به این شکل بگیرم بندازم روی میل و به سمت زیر به شکلی که سوراخ نیفته ببافم. حالا مارکر رو میذاریم سر جاش. الان اگر نگاه بکنید سه تا دونه ما که بین مارکر قرار گرفته تبدیل شد به 5 تا دونه. از اینجا بقیه دونه های وسط رو میبافم تا به سه تا دونه این مارکر برسم. خب رسیدیم به سه تا دونه ای که این قسمت داریم. مارکر رو برمیدارم میذارم روی این میل. قبل از اینکه سه تا دونه رو ببافم دقیقا مثل کاری که اینجا انجام دادیم، یه دونه نخ به این صورت از پایین بافت برمیدارم میندازم روی میل به سمت زیر به شکلی که سوراخ نیفته میبافمش. حالا سه تا دونه ای که اینجا دارم رو به زیر میبافم. بعد قبل از اینکه این مارکر رو جابجا بکنم یه دونه نخ از پایین بافت برمیدارم میندازم روی میل و به سمت زیر میبافمش. مارکر رو میذارم سر جاش. از اینجا بقیه دونه ها به زیر بافته میشه تا به آخر رج برسم. انتهای رج که رسیدیم، دونه آخر رج توی رج های روی بافت به سمت رو بافته بشه. رج رو برمیگردم میام رج پشت کار. دونه اول رو خارج میکنم، همه دونه هام رو به سمت رو میبافم. نه دونه اضافه میشه نه کم میشه، همین تعدادی که داریم به رو بافته میشه تا به آخر رج برسیم. خب به انتهای رج پشت بافت رسیدم. الان دوباره اومدم رج روی بافت. ما تا اینجا دو رج بافت انجام دادیم، یه رج روی بافت که دونه اضافه کردیم این سمت و این سمت، یه رج دوم رج پشت بافت که تمام دونه هامون رو به سمت رو بافتیم. این دو رج رو هی باید توی بافتمون تکرار کنیم. الان میایم رج سه، دوباره رج روی بافت. سوم دونه اول رو خارج میکنم، همه دونه هام رو به سمت زیر میبافم تا برسم به مارکر گوش خرسیمون. خب رسیدم به مارکر رو میندازم روی میله سمت راست. ببینید این 5 تا الان، این 5 تا بعد تبدیل بشه به 7 تا. این قسمت یه دونه نخ از پایین بافت میگیرم میندازم روی میل به سمت زیر به شکلی که سوراخ نیفته میبافمش. یه دونه اضافه شد، 5 تا دونه رو به زیر میبافم. 1 2 3 4 و 5. قبل از اینکه مارکر رو جابجا بکنم یه دونه نخ از پایین بافت میگیرم میندازم روی میل و به سمت زیر به شکلی که سوراخ نیفته میبافمش. مارکر رو میذارم سر جاش. دونه های وسط به زیر بافته میشه. دوباره به این یکی گوش که رسیدیم، قبل از 5 تا دونه باید دونه اضافه بشه، بعد از 5 تا دونه هم باید دونه اضافه بشه. بقیه دونه ها به زیر بافته میشه تا آخر رج. رج چهارم رج پشت کار، همه دونه ها رو به رو میبافیم. برای سایز 9 تا 12 ماهه برای این قسمت ما باید 18 رج بافت انجام بدیم. 9 رج روی بافت و 9 رج پشت بافت که جمعا میشه 18 رج. یعنی الان رج 3 هستیم، 15 رج دیگه باید ببافیم که گوشمون کامل باز بشه. هر رجی هم که روی بافت بودیم باید قبل از این 5 تا تعدادی که این وسط داریم
و بعدش باید دونه اضافه بشه. این گوش هم به همین شکل قبل از تعداد دونه هایی که بین مارکر هستن دونه اضافه میشه و بعدش که اینا رو بافتین دوباره دونه اضافه میشه. رج پشت کار هم همه دونه ها به رو بافته میشه بدون اینکه دونه ای اضافه یا کم بشه. برای سایز 0 تا 3 ماهه 16 رج باید شما بافت این قسمت گوش رو انجام بدین، برای 3 تا 6 ماه 16، برای 6 تا 9 ماه 16 رج، برای 9 تا 12 ماه و 1 تا 2 ساله 18 رج، برای 2 تا 4 ساله و 4 تا 6 ساله 20 رج برای بافت گوش احتیاجه. پس من این گوش رو بافتش رو انجام میدم، میبافم 18 رجی که نیازه تا این گوش کامل باز بشه. خب همونطوری که میبینین کامل گوشمون باز شده از هر دو طرف و الان تعداد دونه های این قسمت برای گوش 21 دونه است. برای سایزی که ما داریم میبافیم 18 رج برای گوش بافت انجام شده، 3 تا دونمون تبدیل شده به 21 دونه. حالا میخوام از اینجا فرم گوشم رو اجرا بکنم. برای اینکه فرم گوشم رو اجرا بکنم دونه وسط این 21 دونهی که برای گوش دارم رو با مارکر مشخص میکنم، یعنی شروع میکنم به شمردن 2 به این صورت 10 تا سمت چپ 10 تا سمت راست و دونه وسط رو با مارکر مشخص میکنیم به این شکل. این گوش هم به همین صورت. خب بعد از اینکه دونه وسط رو مشخص کردم رج روی بافت هستم، بافتم رو شروع میکنم، دونه ها رو به زیر میبافم تا برسم به این گوش ابتدای کار. دونه اول خارج میشه، بقیه دونه ها به زیر بافته میشه تا برسم به گوش بافتم. خب همونطوری که میبینین رسیدم به گوش. طبق معمول این قسمت باید دونه اضافه بکنم. دونم رو اضافه میکنم. به سمت زیر میبافم. حالا از اینجا این دونه ها رو به زیر میبافم تا برسم به 2 تا دونه قبل از دونه وسط این گوش که با مارکر مشخص شده. 2 3 4 5 6 7 8. ببینید یه دونه اضافه کردیم، 8 تا دونه به زیر بافتیم تا رسیدیم به 2 تا دونه قبل از دونه وسط. این 2 تا توی جهت چپ به سمت زیر 2 تا 1 میشه. ببینید توی جهت چپ دونه وسط که با مارکر مشخص شده به زیر میبافم، 2 تا دونه بعدش رو توی جهت راست به سمت زیر 2 تا 1 میکنم به این شکل. حالا از اینجا بقیه دونه های گوش رو میبافم تا به آخرین دونه، یعنی جایی که مارکرم هست برسم. به مارکر که رسیدم طبق معمول باید اینجا یک دونه اضافه بکنم. دونم رو اضافه میکنم، به سمت زیر میبافمش، مارکر رو میذارم سر جاش. از اینجا بقیه دونه ها به زیر بافته میشه. تا برسم به گوش بعدی. خب به گوش بعدی که رسیدم مارکر رو میذارم سر جاش. اینجا دوباره ببینید باید دونه اضافه بکنم. دونم رو اضافه میکنم، به زیر میبافم، دونه های گوش رو میبافم تا 2 تا دونه قبل از دونه وسط گوش. خب دونه هامو به زیر بافتم، رسیدم به 2 تا دونه قبل از دونه وسط گوش که با مارکر مشخصه. این 2 تا توی جهت چپ به سمت زیر 2 تا 1 میشه. دونه وسط که با مارکر مشخصه به زیر میبافم، 2 تا دونه بعدی باید جهتش عوض بشه و به سمت راست به زیر 2 تا 1 بشه. از اینجا بقیه دونه های گوش رو میبافم به زیر.
به مارکر که رسیدم باید یک دونه اضافه بکنم. دونم رو اضافه میکنم. به سمت زیر میبافمش. به این صورت مارکر رو میذارم سر جاش. از اینجا بقیه دونه ها رو به زیر میبافم. دونه آخر رجتون رو به سمت رو ببافید. حالا الان تعداد دونه های گوش من همون تعداد 21 دونه ای هست که بود. ابتدا و انتهاش دونه اضافه شد. اینجا سمت چپ و سمت راست دونه وسطش دوتا یکی شد. یعنی دونه ای در حقیقت توی بافتم اضافه نشده. یعنی تعداد دونه هم همون 21 دونه ای که بود هست. ابتدا و انتها دونه اضافه شد. وسط کار دوتا دونه کم شد که تعداد دونه هم برگشت به همون 21 دونه ای که بود. رج پشت کار همه دونه ها رو به سمت رو میبافم تا بیام رج روی بافت و مجدد براتون این همین رج رو باید تکرار بکنیم. خب من بافتم رو انجام دادم، رج پشت کار همه دونه ها رو به رو بافتم، اومدم رج روی بافت. از شروع رج دونه اول خارج کردم، همه دونه ها رو به زیر بافتم، رسیدم به گوشم. دقیقا مثل رج قبلی که روی بافت بودیم باید همون کار انجام بشه. مارکر رو میذارم سر جاش. این قسمت یه دونه نخ از پایین بافت میگیرم، میندازم روی میل به سمت زیر به شکلی که سوراخ نیفته میبافم. بقیه دونه ها رو به زیر میبافم تا دو تا دونه قبل از دونه وسط که با مارکر مشخص شده. خب به دو تا دونه قبل از دونه وسط که رسیدم، این دو تا توی جهت چپ به سمت زیر دو تا یکی میشه. دونه وسط رو به سمت زیر میبافم. دو تا دونه بعدش توی جهت راست به سمت زیر دو تا یکی میشه. از اینجا بقیه دونه ها به زیر بافته میشه. تا برستم به آخرین دونه گوش. این قسمت قبل از مارکر باید یک دونه اضافه بشه. دونه رو اضافه میکنم. بافت این گوش هم تموم شد. از اینجا بقیه دونه ها به زیر بافته میشه. به این یکی گوش که رسیدم دوباره مارکر رو میذارم سر جاش. این قسمت یه دونه اضافه میکنم. دونه ها رو به زیر میبافم. دو تا دونه قبل از دونه وسط توی جهت چپ به سمت زیر دو تا یکی میشه. دونه وسط گوش به زیر بافته میشه. دو تا دونه بعدش توی جهت راست به سمت زیر دو تا یکی میشه. بقیه دونه ها به زیر بافته میشه. قبل این مارکر آخر یک دونه اضافه میکنم و بعد بقیه دونه ها رو به زیر میبافم. دقیقا مثل کاری که اینجا انجام دادیم. رج پشت کار همه دونه ها به سمت رو بافته میشه. میبافیم و بعد برمیگردیم برای اینکه دیگه گوشمون رو جمع بکنیم. خب من بافتم رو انجام دادم. ببینید رج یک که با هم دونه کم کردیم از سمت چپ بر راست این دونه وسط، رج دو رج پشت کار دونه ها رو به رو بافتیم، رج سه که اومدیم روی کار مجددا سمت چپ و سمت راست دونه وسط دونه کم کردیم، رج چهار که رج پشت کار دونه ها رو به رو بافتیم. الان رج روی بافت هستم. دونه هام رو به زیر می بافم تا برسم به دونه قبل از مارکر، تا برسم به یک دونه قبل از گوش، قبل از جایی که مارکر گوشمون رو گذاشتیم. می بافم تا این قسمت. خب من دونه هامو به زیر بافتم تا دونه قبل از مارکری که برای گوشه بافتمون گذاشته بودیم. به اینجا که رسیدم این مارکر وسط رو هم برمیدارم. به این قسمت که رسیدم ببینید دونه های گوشه من الان 21 دونه است. این یه دونه رو هم باش جمع میزنم میشه 22 تا دونه. وقتی الان من 22 تا دونه دارم میتونم به دو تقسیمش بکنم. 22 رو تقسیم بر دو که بکنم میشه 11 تا دونه. پس از شروع رج 11 تا دونه میندازم روی یه میل. 11 تا دونه بعدی رو هم میندازم روی یک میل. از یه میل دیگه استفاده میکنم. این دونه اول قبل از گوش. مارکرشو بر میدارم دیگه، کاری باهاش ندارم. این دونه دوم. این دونه سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم. الان 11 تا دونه من روی این میل نگه داشتم. 11 تا دونه بعدی رو هم روی یک میل دیگه نگه می‌دارم که دونه اولش میشه دونه وسطی که با مارکر برای گوش مشخص بود. از اینجا 11 تا دونه بعدی 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 و 11 که اینجا مارکر گوشمون بود که مارکرشو من برداشتم.
الان 11 تا دونه روی این میل دارم، 11 تا روی این میل. میخوام شروع کنم به بستن این دونه ها. کاری فعلا با میل اصلی بافتم ندارم. میخوام این 11 تا دونه ای که روی میل جلو و عقب هست با هم دیگه ببندمشون به کمک نخ و سوزن. همون کامبا رو برمیدارم که باش بافتم و انجام میدادم و بستن درز گوشم رو شروع میکنم. دونه اولی که روی میلی که سمت خودم هست، از جلو سوزن رو وارد دونه اول میکنم، نخ بافتم رو میارم بیرون. این قسمت رو هم با دستتون بگیرین که خارج نشه. پس از جلو سوزن وارد دونه اول شد، دونه روی میل نگه داشته میشه. میام سراغ دونه اولی که روی میل پشتی هست، سوزن رو از پشت دونه به این صورت وارد دونه میکنم. ببینید از جلو وارد نمیکنم، از پشت به این شکل سوزن وارد دونه اول میشه. دونه رو هم روی میل نگه میدارم. حالا میام دوباره سراغ دونه اولی که روی میل جلو بود. سری قبل از جلو سوزن رو وارد دونه اول کرده بودم، این سری از پشت سوزن رو وارد دونه اول میکنم و این دونه رو آزاد میکنم به این صورت. میام سراغ دونه دوم. دوباره از ابتدای کاری که انجام دادیم مجددا شروع میکنم. سوزن رو از جلو وارد دونه بعدی میکنم، دونه رو روی میل نگه میدارم. میام سراغ دونه پشتی. روی این دونه اولی یه بار سوزن رو از پشت وارد کردیم، الان از جلو سوزن رو وارد میکنم، دونه رو آزاد میکنم. میام سراغ دونه بعدی، از پشت سوزن رو وارد دونه بعدی میکنم به این صورت. دوباره این کار هی تکرار میشه. میام سراغ میل جلو، سوزن رو قبلا یه بار از جلو وارد کرده بودم، الان از پشت وارد این دونه میکنم، دونه رو آزاد میکنم، از جلو سوزن وارد دونه بعدی میشه. میام سراغ میل پشتی، قبلا از پشت سوزن رو وارد این دونه کردم، الان از جلو سوزن رو وارد دونه میکنم، دونه رو آزاد میکنم، از پشت سوزن وارد دونه بعدی میشه. میام سراغ دونه جلو مجدد. این کار تکرار میشه تا درز این قسمت کامل بسته بشه. به انتهای کار که رسیدم، ببینید سوزن از پشت وارد این دونه میشه، از جلو وارد دونه آخر میشه. سوزن از جلو وارد این دونه میشه، از پشت وارد دونه آخر میشه، طبق کاری که انجام میدادیم. این دونه آخرمون سوزن رو از پشت وارد این دونه میکنم، میلش رو آزاد میکنم، سوزن رو از جلو وارد این دونه میکنم، میل رو آزاد میکنم. همونطوری که میبینین اینجا یه دوختی داریم که اصلا مشخص نیست. حالا این قسمت وقتی میخوام آخر کار این نخو ببرم داخل گوشت، ببینید اینجا سوزن رو از این قسمت، ببینید دقیقا بین این جایی که دوختمونه با رج اول بافتمون، سوزن رو وارد میکنم که بافتم رو، نخ بافتم رو ببرم داخل کار. این قسمتم از این حالت تیزی در بیاد.
به این شکل گوش بافتمون آماده است. اضافه نخ رو هم این قسمت گوش رو به این شکل پشت رو میکنیم. اضافه نخمون رو به کمک همین سوزن بین این بافتمون کوک میزنیم. که بره داخل کار این نخ و یه بافت تمیز و مرتبی داشته باشیم. به همین ترتیب از اینجا نخم رو قیچی میکنم. این سمت کار هم یه دونه نخ دیگه داشتیم شروع کار که گره میزدیم. به کمک سوزن این سمت کار رو هم نخ بافتم رو میبرم داخل کار که بیرون از کار نباشه. اینجا میتونی یه دونه گره بزنی و بعد نخ بافتتون رو قیچی بکنید. به این صورت. حالا از اینجا که خواستم بافتم رو ادامه بدم. ببینید گوشمون رو اجرا کردیم. از اینجا نخ بافتم وصله و میخوام بافتم رو ادامه بدم. وقتی میخوام بافت رو ادامه بدم اینجا یه فاصله ای دارم توی بافت. این فاصله که چند تا دونه از این فاصله بردارین برمیگرده به اینکه اینجا چند تا دونه دارید. دسته اول بافتمون 29 تا بود ولی الان تعداد دونه های این قسمت بافت من 25 تا دونه شده. برای همین من باید اینجا 4 تا دونه بگیرم بندازم روی میل که دسته بافتم بشه 29 تا دونه‌ای که ابتدای کار داشتیم 29 24 29 بود. پس اینجا میشمارم ببینم دونه هام چند تاست. مال من 25 تاست. پس من بعد از این فاصله 4 تا دونه نخ بگیرم. از این قسمت یه دونه نخ میگیرم. به شکلی نخ رو بگیرید از داخل دونه ها که سوراخی توی بافتتون ایجاد نشه. از اینجا دوتا، از گندمی بعدی سه تا، از گندمی بعدی چهار تا دونه رو از این فاصله گرفتم. از اینجا بافت رو ادامه میدم به گوشه بعدی برسم. به گوشه بعدی که رسیدم ببینید من دونه هامو کامل بافتم رسیدم به گوشه بعدی. به این یکی گوش که رسیدم این ور اگر یادتون باشه ما بافتیم تا یه دونه قبل از گوش. این سمت از این ور باید حساب کنیم که قرینه اون سمت باشه. یعنی من دونه بعد از مارکر رو جز این دسته یه گوشم باید حساب بکنم. دونه بعد از گوش رو که 22 تا دونه حساب بکنم برای اینکه میخوام نصفش بکنم. پس اینجا میبافم تا مارکر گوش. این مارکر رو بر میدارم. از اینجا 11 تا دونه اول رو میندازم روی یک میل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. این 11 دقیقا این دونه وسطه که با مارکر مشخص شده. دونه وسط گوش 11 تا الان من انداختم روی میل. حالا میام سراغ 11 تای بعدی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. میبینید گوشمون 10 تا چون تعداد دونه های گوشمون فرد بود. چون 10 تا شد مارکر رو برمیدارم. دونه بعد از مارکر رو هم با دونه های گوش میندازم روی این میل. الان تعداد دونه هامون شد 11 تا رو میله بالا 11 تا رو میله پایین. از این سمت شروع میکنم به کمک سوزن و نخ دونه ها رو میبندم. ببینید باید از سمتی دوخت رو شروع بکنید که این قسمت وصله به خود دونه ها.
این سمت بالای گوشه. از این ور شروع میکنم به بستن دونه هام. این میلارم میکشم که دونه ها بیافتن روی سیم. حالا دقیقا مثل اون یکی گوش، ببینید میلی که سمت خودمه، یک مرتبه سوزن رو از جلو وارد این میل میکنم، این قسمت پایین نخ رو نگه میدارم با انگشتم، میرم سراغ میل بالا. سوزن اول از پشت وارد دونه اول میشه، دونه اولم روی میل نگه میدارم به این صورت. حالا دوباره میام سراغ میل جلو. ببینین اولین کار وقتی که دوخت رو شروع کردن، سوزن از جلو وارد این دونه شد، الان سوزن رو از پشت وارد این دونه میکنم، دونه رو از رومیل آزاد میکنم. میام سراغ دونه بعدی، سوزن رو از جلو وارد دونه بعدی میکنم و دونه رو روی میل نگه میدارم. میام سراغ میل پشتی. سری اولی که از این دونه سوزن رد کردیم، از پشت سوزن رد کردیم، پس الان از جلو سوزن رو وارد میکنم، نخور دونه رو آزاد میکنم از روی میل. میام سراغ دونه بعدی، سوزن رو از پشت وارد دونه بعدی میکنم، نخ بافت رو میکشم. دوباره میام سراغ میل جلو، سوزن رو از پشت وارد میل جلو میکنم، دونه رو آزاد میکنم، از جلو وارد دونه بعدی میکنم، دونه روی میل میمونه. دوباره میل پشتی، سوزن از جلو وارد میل پشتی میشه، دونه اول آزاد میشه، سوزن از پشت وارد دونه دوم میکنم، دونه رو روی میل نگه میدارم. به همین ترتیب این کار رو انجام میدم تا درز این یکی گوشه بافتمون هم بسته بشه. به این صورت درز این یکی هم بسته شد. حالا این اضافه نخ رو از فاصله جایی که نخمون بهش متصله و این رج روبرویش میبرم داخل. به این صورت نخم قشنگ میکشم که اینجا اون تیزی کار از بین بره. حالا بافت و پشت رو میکنم، قشنگ سوزن رو از بین دونه هایی که این قسمت دارم رد میکنم. از اینجا زمانی که میخوام بافت رو ادامه بدم، من الان سمت چپ دونه ها رو که بشمارم، اینجا 25 تا دونه است، یعنی من بعد از این فاصله مثل اون گوش 4 تا دونه بگیرم روی میل بندازم. این اولیش، این دومی، این سومیش و این چهارمیش. از این فاصله هم 4 تا دونه گرفتم، دونه هامو به زیر میبافم تا به انتهای رج برسم. خب به انتهای رج که رسیدم، همونطوری که میبینیم فرم گوشامون کامل قشنگ اجرا شده و الان فقط مونده که پشت کلاهمون رو جمع بکنیم. رج پشت کار، همه دونه ها رو به رو میبافم تا بیام رج روی بافت ابتدای رج، تا قسمت کم کردن دونه ها رو هم براتون توضیح بدم. خب ببینید، من دوباره اومدم با مارکر مشخص کردم بافتم رو، طبق تقسیم بندی که قبلا داشتیم 29 تا، 24 تا و 29 تا دونه. حالا رجا روی بافت هستم، دونه هام رو به زیر می بافم تا برسم به دونه قبل از مارکری که این قسمت گذاشتم توی بافت.
خب من از شروع رنج دونه هام رو به زیر بافتم، رسیدم به دونه قبل از مارکر. دونه قبل مارکر و دونه بعد مارکر باید با هم به زیر توی جهت چپ دوتا یکی بشن. پس به این صورت مارکر رو برمیدارم، دونه رو برمیگردونم سر جاش، این دوتا دونه با هم به زیر دوتا یکی میشه. مارکر رو دوباره این قسمت بعد از اینکه دوتا یکی انجام دادین بذارید که این قسمت بافتتون رو گم نکنید. از اینجا رج بافتم رو برمیگردم، یعنی این دونه ها رو نمیبافم. وقتی رج رو برگشتم، دونه اول بدون بافت منتقل میشه، بقیه دونه ها چون رج پشت بافت هستن به سمت رو بافته میشه. دونه ها رو به رو میبافم تا برسم به دونه قبل از مارکری که اینجا وجود داره. خب بافتم رو انجام دادم، رسیدم به دونه قبل مارکر. دوباره ببینید مارکرش رو بر میدارم، این دونه قبل مارکر و دونه بعد مارکر با هم به رو دوتا یکی میشه به این شکل. از اینجا دوباره رج رو بر میگردم، مارکرتون رو بذاریم و بعد رج رو برگردیم که دوباره این قسمت رو گم نکنید. شروع روی بافت هستم، دوباره دونه اول رو خارج میکنم، دونه ها رو به زیر میبافم تا برسم دوباره به دونه قبل مارکر. به دونه قبل مارکر رسیدم. دوباره ببینید اصلا فاصله اینجا افتاده، یعنی اگر شما مارکر رو هم نذارید قشنگ این قسمت میبینید که یه فاصله توی بافتمون افتاده بین این دوتا دونه. این دوتا دونه قبل مارکر و دونه بعد مارکر با هم به زیر دوتا یکی میشه. از اینجا دوباره رج بافتم رو برمیگردم، دوباره دونه اول رو خارج میکنم، رج پشت کار هستم، دونه ها به رو باید بافته بشه، به رو میبافم تا برسم دوباره به دونه قبل مارکر. به دونه قبل مارکر که رسیدم، این دونه با دونه بعد از مارکر با هم به رو دوتا یکی میشه. مجدد مارکر بذارید، رج رو برگردید. توی رجهای رفت و برگشتی به همین صورت، ببینید الان که اومدم رج روی بافت، دونه اول خارج میشه، دونه ها رو به زیر میبافم، دوباره ببینید دونه قبل و بعد مارکر با هم دوتا یکی میشه، رج رو برمیگردم. توی رج پشت کار دونه ها رو به رو میبافید، مجدد دونه قبل مارکر و بعد مارکر با هم به رو دوتا یکی میشن. رج های رفت و برگشت این کار را که انجام بدین، تعداد دونه های وسطمون همون تعدادی که بود میمونه، یعنی مال من که 24 تا بود همون 24 تا میمونه، ولی از دونه های کنارمون کم میشه و این کم شدن باید انقدر ادامه پیدا بکنه تا تعداد دونه های کنار بافتمون نصف بشه. من دونه های کنار بافتم 29 تا بود، نصفش میشه 14 و خورده ای تقریبا که روندش میکنم و 15 در نظر میگیرم. یعنی این بافت رج های رفت و برگشتی رو انقدر ادامه میدم تا تعداد دونه های این قسمت 15 تا ازش کم بشه. وقتی 15 تا ازش کم بشه 14 تا دونه برام میمونه. پس توی رجهای رفت و برگشتی ادامه میدیم، میبافیم تا دونه های کنار بافتمون نصف بشه و برمیگردیم. خب ما بافتمون رو انجام دادیم، رجهای رفت و برگشت همونطوری که میبینید از دسته های کناره بافتمون کم شده و دسته های کناره بافتمون تبدیل شده به 14 تا دونه، یعنی 15 تا دونه ازش کم شد. حالا علاوه بر این که میخوایم از دسته های کنار دونه کم بکنیم، میخوایم از دسته وسط بافتمون هم دونه کم بکنیم، چون دسته وسط تکون نخورده و همون 24 تا دونه است، ولی میخوایم دونه هاش کم بشه که به پشت یقه که میرسه 6 تا دونه براش بمونه. برای هر سایزی که میبافین اینجا باید دونه کم بشه تا به 6 تا دونه برسه و دسته های کنار کامل تموم بشه. حالا برای این کار اینجا رو نگاه بکنید، 28 رج باید بافت انجام بدم. چرا 28 رج بافت انجام بدم؟ چون دسته های کناره بافتم 14 تا دونه ازش مونده، 14 تا دونه این سمت، 14 تا دونه این سمت، 2 تا 14 تا میشه 28 تا. پس من باید 28 رج رفت و برگشتی ببافم تا دسته های کناره 14 تایی بافتم تموم بشه کامل. حالا توی این 28 رج میخوایم این دونه ها رو هم علاوه بر این که این ور اون ور رو کم میکنیم، دونه های وسط هم کم بکنیم تا به 6 تا دونه برسه. حالا ببینید 24 تا دونه ای که دارم باید کم بشه برسه به 6 تا دونه. پس 6 تا دونه رو ازش کم میکنم، یعنی من باید 18 تا دونه این وسط دونه کم بکنم، هم سمت چپ هم سمت راست. حالا این 18 تا دونه میشه 9 رج روی بافت، چون فقط توی رج روی بافت دونه کم میکنیم،
یعنی 18 رو تقسیم بر 2 میکنم، چون 2 رج رفت و برگشت داریم، میشه 9 رج روی بافت. توی 9 رج روی بافت من باید برای این دسته وسط دونه کم بکنم. توی رج 1 5 9 13 17 و 21 شروع میکنم به 3 رج در میون دونه کم کردن. ببینید رج 1 کم میکنم، 3 رج کم نمیکنم، رج 5 کم میکنم، 3 رج کم نمیکنم، رج 9 کم میکنم، 3 رج کم نمیکنم، رج 13 کم میکنم، 3 رج کم نمیکنم، رج 17 کم میکنم، 3 رج کم نمیکنم، رج 21 کم میکنم. از رج 21 به بعد یک رج در میون کم میکنم. ببینید 21 رو که کم کردم، 22 کم نمیکنم، 23 کم میکنم، 24 کم نمیکنم، 25 کم میکنم، 26 کم نمیکنم، 27 کم میکنم. و رج آخر که رج 28 دیگه دونه ای کم نمیشه و کل دونه هامون تموم میشه و فقط 6 تا دونه از این وسط برامون میمونه. حالا طبق این چیزی که اینجا نوشتم میریم که بافتمون رو انجام بدیم. شروع رجمه میخوایم از اینجا علاوه بر اینکه کناره های بافت، بافتی که تا اینجا انجام میدادیم کناره ها رو کم میکرد، علاوه بر اینکه کناره ها رو کم میکنم قسمت وسط بافتم هم کم بکنم. اسم این رج رو میذاریم رج 1. من توی رج 1 باید برای وسط بافت دونه کم بکنم. نحوه کم کردن دونه برای وسط بافت به این صورت: دونه اول بدون بافت خارج میشه، دو تا دونه بعدی توی جهت راست به سمت زیر دو تا یکی میشه. پس جهت دو تا دونه رو عوض میکنم، با هم به زیر دو تا یکیشون میکنم. از اینجا دونه هام رو به زیر میبافم تا سه تا دونه آخر دسته وسط، یعنی جایی که مارکرمون هست. به سه تا دونه آخر دسته وسط که رسیدم، دوتای اولش توی جهت چپ به سمت زیر دوتا یکی میشه. این دوتا رو با هم توی جهت چپ به سمت زیر دوتا یکی میکنم. دونه آخر طبق بافتی که تا اینجا انجام میدادیم، دونه قبل مارکر باید با دونه بعد مارکر با هم به زیر دوتا یکی بشه و از اینجا دوباره رج رو برمیگردم. اگر قاطی میکنید مارکرتون رو حتما این قسمت بذارید. الان تعداد دونه های دسته وسط رو اگر بشمارید شده 22 تا دونه، چون یه دونه ابتدا و یه دونه انتها ازش دونه کم شد. رج پشت کار دونه اول خارج میکنم. برای دسته وسط توی رج پشت کار هیچ دونه ای کم نمیشه. الان رج دوم هستیم. همونطوری که میبینیم برای دسته وسط دونه ای کم نمیشه. بافتم رو ادامه میدم، دونه ها رو به رو میبافم تا برسم به دونه آخر دسته وسط. دونه آخر دسته وسط باید با دونه اول دسته بعدی با هم به رو دوتا یکی بشه. دوتا یکی به رو رو انجام میدم، رج رو بر میگردم. رج سوم هستیم. توی رج سوم برای دسته وسط دونه کم نمیشه، پس بافتم رو ادامه میدم تا به آخرین دونه دسته وسط برسم. دونه اول خارج میشه، همه دونه ها به زیر بافته میشه. دونه آخر دسته وسط با دونه اول دسته بعدی باید با هم به زیر دوتا یکی بشه و رج رو برگردم. رج چهارم. توی رج چهارم از دسته وسط دونه کم نمیشه، پس دونه های دسته وسط رو میبافم تا به دونه آخر دسته وسط ببافم. رج پشت کار هستم. دونه اول خارج میشه، بقیه دونه ها به رو بافته میشه تا به دونه آخر برسم. به دونه آخر که رسیدم، دونه آخر دسته وسط با دونه اول دسته بعدش با هم به رو دوتا یکی میشه. رج برمیگردم، رج پنج. توی رج پنج همونطوری که میبینیم باید از دسته وسط دونه کم بشه، پس دونه اول رو خارج میکنم، دوتا دونه بعدی رو توی جهت راست به سمت زیر دوتا یکی میکنم، دونه هامو به زیر میبافم. ببینید الان یک دونه از دسته وسط بافت من کم شد. دونه هامو به زیر میبافم تا برسم به 3 تا دونه آخر دسته وسط. به 3 تا دونه آخر دسته وسط که رسیدم، دوتای اولش توی جهت چپ به سمت زیر دوتا یکی میشه. الان از دسته وسط توی رج پنجم ابتدای رج و انتهای رج دونه کم شد. دونه آخر دسته وسط با دونه اول دسته بعدی به زیر دوتا یکی میشه، رج رو برمیگردم.
توی رج پشت کار رج 6 دونه کم نمیشه، رج 7 رج روی بافت از دسته وسط دونه کم نمیشه، رج 8 که رج پشت کار دونه کم نمیشه، میایم رج 9. توی رج 9 مجددا ببینید علاوه بر این که ما بافتمون رو انجام میدیم، دونه آخر رو با دونه اول دسته کنار یکی میکنیم، توی رج پشت کار هم به همین صورت دونه آخر رو با این دونه یکی میکنیم، این کار از دسته های کناریمون دونه کم میکنه، یعنی کاری به دسته وسط نداره. برای اینکه از دسته وسط دونه کم بشه، توی رج هایی که مشخص کردم هر موقع اومدیم توی این رج ها دونه اول دسته وسط رو خارج میکنم، دوتای بعدی رو با هم توی جهت راست به سمت زیر دوتا یکی میکنم، بقیه دونه ها رو به زیر میبافم، به ستای آخر که رسیدم دوتای اولش توی جهت چپ به سمت زیر دوتا یکی میشه، دونه آخر دسته وسطم که باید با دونه بعدی با هم دوتا یکی بشه. این کار رو به همین صورت رج های رفت و برگشت انجام میدم تا تعداد دونه های باقی مونده برام 6 تا دونه ای بشه که از دسته وسط فقط برام باقی میمونه. خب بافتم رو انجام دادم، همونطور که میبینید تعداد دونه هایی که در آخر کار برام باقی میمونه 2, 4, و 6 تا دونه هستش. نخ بافتم رو دیگه قطع میکنم، دیگه کاری باهاش ندارم و از اینجا شروع میکنم به دونه گرفتن از این لبه پایین کار. از این سمت شروع میکنم. نحوه دونه گرفتن رو دقت داشته باشین. ببینین گندمی لبه کار کاملا مشخصه. وقتی میخوام دونه بگیرم فقط هلالی که سمت خودم هست از این گندمی رو میگیرم. ببینید الان این گندمی اوله، دوتا هلال داره، قشنگ مشخصه. فقط هلالی که سمت خودم هست رو میگیرم به این شکل. جفت هلال ها رو نمیگیرم، هلال پشتش رو نگه میدارم برای بعد که میخوام لبه کار رو به هم وصل بکنم. میام سراغ دونه بعدی، دوباره دونه بعدی گندمیش رو ببینید، فقط از گندمی هلالی که سمت خودم هست. به همین ترتیب دونه به دونه شروع میکنم از لبه کار هلال گندمی که سمت خودم هست رو میگیرم تا به آخر کار برسم. این سمت رو انداختم روی میل. از پشت کار که نگاه بکنین قشنگ هلال پشت به این صورت اینجا تا آخر کار مونده. حالا ببینید این سمت رو میندازم روی سیم، میام سراغ این سمت. از این سمت کار هم باید دونه گرفته بشه. زمانی که میخوام از این سمت کار دونه بگیرم، چون که میخوام هلالی که سمت تیکه داخل کلاه هست دونه هاش روی میل بمونه، از این گندمی لبه کار از هلال پشت دونه میگیرم. ببینید الان این گندمیه قشنگ مشخصه، هلال پشتش رو فقط میگیرم. دوباره دونه بعدی هلال پشت، دونه بعدی هلال پشت، به همین ترتیب تا به انتهای کار برسم. ببینید هلال جلو باقی میمونه مثل این قسمت کار. این صورت ببینید الان توی قسمت پشت کار هم این سمت دونه دارم، هم این سمت دونه دارم. دونه ها رو بشمارید که حتما به جز این 6 تای وسط این سمت و این سمت با هم برابر باشه. من الان این سمت 22 تا دارم، 6 تا وسط دارم و این سمت کار هم 22 تا دارم. بافتم از رج روی بافت شروع میشه، نخ بافتمو میارم متصل میکنم به بافت و شروع میکنم این قسمت به اندازه 3 سانتی متر ساده بافی کردن، یعنی رج های روی بافت دونه ها به زیر، رج های پشت بافت دونه ها به رو. به این صورت از دونه اول شروع میکنم، دونه هامو به زیر می بافم. به زیر می بافم تا آخر رج. رج پشت کار دونه ها به رو بافته میشه. به همین ترتیب رج های رفت و برگشت روی بافت که هستیم به زیر می بافیم، پشت بافت که هستیم به رو می بافیم تا این قسمت 3 سانتی متر ارتفاع بافتمون بشه. خب من بافتم رو انجام دادم، برای این قسمت تقریبا 3 سانتی متر بافته ساده بافی انجام شد. حالا از اینجا می خوایم بافتمون رو به این صورت حالت لوله‌ای در بیاریم که بعد بتونیم از داخلش بند رد بکنیم. برای این کار از داخل کلاه این هلال هایی که اینجا ایجاد کردیم و بافتش نبردیمشون توی بافت، از اینجا شروع میکنم به دونه گرفتن. از اینجا دونه میگیرم تا به انتهای رج برسم. این قسمت هم که 6 تا دونه هست،
دونه هاش رو به این صورت بعد بگیریم بندازیم روی میل توی همون رج. حواستون باشه که دونه هایی که از این 6 تا دونه اینجا میگیرین دونه های توی همین رجی باشه که اینجا هلال های دونه هامون وجود داره. حالا شروع میکنم از لبه کار. حواستون باشه زمانی که دونه ها رو میگیرین تعداد دونه هایی که از این لبه میگیرین بعد باید با تعداد دونه هایی که روی میل دارین با هم برابر باشن. به این صورت ببینید هلال هایی که اینجا وجود داره قشنگ مشخصه. من 22 تا از این لبه گرفتم رسیدم به این 16 تایی که 6 تا دونه ای که بخوام این وسط کلا هم است. دقیقا توی همون رد شروع میکنم به دونه گرفتن از این 6 تا. 1 2 3 4 5 6 تا از اینجا گرفتم. حالا از اینجا از این سمت شروع میکنم به دونه گرفتن که هلال دونه هامون موجوده. خب من دونه هامو کامل از لبه کار گرفتم از داخل انداختم روی میل و الان میخوایم درز این قسمت رو ببندیم. برای بستن درز کار میخوایم دونه یه دونه از روی میل جلو با یه دونه از روی میل پشتی با هم دیگه ببافیم و کور بکنیم که اینجا حالت لوله‌ای به خودش بگیره. دونه اولی که روی میله جلو هست میندازم روی میله پشت و دو تا دونه رو با هم به زیر میبافم. به این صورت به این شکل دونه اول میله جلو و دونه اول میله پشت با هم به زیر بافته میشه و دو تا دونه رو از روی میل آزاد میکنم. دوباره میام سراغ دونه بعدی. دوباره ببینید دونه اول روی میله جلو رو میارم روی میله پشتی و دو تا دونه رو با هم به زیر میبافم. حالا دو تا دونه روی میله سمت چپ هم دارم. به این صورت دونه اولیه رو میگیرم، از روی دونه دومی که بافتم ردش میکنم، از روی میل آزادش میکنم. دوباره دونه اول روی میله جلو میاد روی دونه اول روی میله پشتی، این دو تا دونه رو با هم به زیر میبافم، بعد دونه قبلی رو میگیرم، از روی این دونه که الان بافتم رد میکنم، از رو میل آزاد میکنم. مجدد این کار رو تکرار میکنم تا به انتهای رج برسم که درز این قسمت کامل بسته بشه. خب در نهایت همونطور که میبینیم پایین بافتمون به این صورت در میاد. اضافه نختونم به کمک سوزن میبرید داخل کار که بیرون از کار نباشه و بعد میتونید از بند لوله‌ای برای این قسمت استفاده کنید. از داخل این شکلی که برای پایین بافتمون ایجاد کردیم رد میکنیم و پایین کلاهمون رو یه مقداری جمع میکنیم. امیدوارم که از آموزشش لذت برده باشید.